به نام خداوند بخشنده مهربان و درود و صلوات بر پیامبر ما محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام. عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان بیننده. امیدوارم هر جایی که هستید در حفظ و امان الله متعال باشید و از عافیت کامل برخوردار باشید. دین مقدس اسلام قانون خانواده را عرش گذاشته و آن را محل آرامش و آسایش قرار داده است. در این قانون خانواده هر یک از زوجین دارای حقوق و تکالیفی می باشند که در این برنامه با همراه جناب استاد وحید فقیری استاد پانتون این موضوع را بحث و بررسی خواهیم گرفت. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه. علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. صدق الله العظیم. سلام و درود خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون جهانی اصلاح و شما مجری گرامی و دست اندرکاران گرامیتان. علیکم السلام و رحمت الله. موضوع بحث امروزی که مطرحه جناب استاد، همچنان که اشاره کردید، در رابطه به حقوق زوجینه و بخصوص حق خانم بالای شوهر. بله پرواضحه که شریعت اسلامی از بد و پیدایش یا ابتدای به اصطلاح آمدن دین مبین اسلام حقوق و تکالیف بسیار واضح و بسیار صریح جامع و کامل برای خانم بالای شوهر و همچنین شوهر بالای خانم مشخص کرده. بر اساس همین پیامبر ناظرین اسلام و در رأس الله متعال آیه قرآنی که قبلا تلاوت شد آمدن حقوق را مطرح میکنن که حقوق از جایگاه بسیار بالا و والای برخوردار. بر اساس همینه که اولین حقی که مطرح میشه و یه حق خانم بالای شوهر داره حقیه که پرداخت مهریه. یعنی شوهر چطور میتونه که حق خانم خود را ادا بکنه؟ به عنوان اولین حق اینه که مهریه پرداخت بکنه. و الله متعال داریم آیه قرآن عظیم و شان میفرمایند که و آتون نساء صدقاتهن نحله. شما مهریه زنهای خیش را با طیب خاطر صادقانه و مخلصانه و به رضایت کامل پرداخت بکنید. بله. در اینجا بحث جناب استاد مطرح میشه که آیا مهریه خانم پدر و مادر حق دارن که مهریه بگیرن بدون اجازه خانم، یا ای که نه تنها حق خانم که خود باید تصاحب بشه و خود باید بگیره؟ بله. که این موضوع یک موضوع حیاتی و مهمیه و متاسفانه امروز در جامعه ما حالتی هست که گاهن اصلا خانم از مهریه خود خبر نداره. دقیقا. اصلا نمیفهمه که چقدر حق مهریه ازی تعیین شده و چی اندازه هست و آیا حق تصاحب ازی داره یا نداره، که متاسفانه شریعت اسلامی کاملا ایره رد میکنه و این حق شامل و وافر و کامل خود خانم میدانه. بله. در آیت هم که شما تلاوت کردین دقیقا صدقاتهنه، یعنی مهرهای خود زنها، یعنی مهر به خود زن نسبت داده شده و از آن خود زن هست. پدر در او از آن خود زنه و باید به خود زن داده بشه. بر اساس همین امروز آمدن به مباحث مطرح میکنن یا مبحث مطرح میکنن به نام شیربها. ما در شریعت اسلامی چنین چیزی ندارین که مهریه برای خانم داده بشه یا چیزی از مهریه خانم کاسته بشه برای مادر به اصطلاح خانم داده بشه به نام شیربها. کشن این چیزی در شریعت اسلامی وجود نداره. فقط چیزی مطرحه در این چیز همون مهریه که به اصطلاح از قبل تعیین شده و مهریه هم مشخصا برای خود خانم باید داده بشه. بله. حالا در ممکن نام ای در جاهای مختلف اماکن مختلف متفاوت باشه، در جای مهریه میگن، در جای تویانه شاید بگن. بله. در جای دیگه ممکنه عرف جامعه میشون. بله. معمولا پیشکش میگن. بله. همه بالاخره گویا یک قضیه و همو یک مبحث. بله. یک موضوع. بله. یک موضوع و یک مبحث. بله. که میای مطرح میکنه بر اساس همینه که جناب استاد باید مهریه با طیب خاطر و به صورت کامل به خود خانم داده بشه که بله. اولین حقیه که خانم بر بالای شوهر داره. خب در همین ارتباط جناب استاد
با توجه به اینکه در دین مقدس اسلام استقلال اقتصادی برای زن و برای مرد، برای خود و کوچک، همگی استقلال اقتصادی میتونن داشته باشند و این برخواسته از عمو به حال چیزی که در نظام اقتصادی اسلام هست، یک چیزی به نام حق حقوق خصوصی هست، یعنی افراد میتونن مالکیت خصوصی داشته باشند. حالا زن با توجه به همین مباحث، زن در این مهریه خود به حال تصرف کامل داره، یعنی میتونه برای پدر خود، برای کس دیگر او به حال هبه بکنه، داره این هم حق زن. بله، این حق مادام که رضایت خود خانم باشه. بله. وقتی رضایت خود خانم بود، چی پدر ایره تصاحب بشه، چی مادر تصاحب بشه، چی یکی از اقارب دیگر به اصطلاح خانواده و این پول رو بیان تصاحب بشن، هیچ مشکلی و هیچ اشکالی نداره. بله. اما متاسفانه در جامعه ما و در بعضی از جوامع نگاه میکنین، خانم اصلا خبری نداره از مهریه خود، که مهریه تصاحب شده به اصطلاح گرفته شده بود، مصرف شده. متاسفانه که یک موزلیه که باید به اصطلاح کاسته بشه و گم بشه. امیده که انشالله این موزل از جامعه ما و شما برچیده بشه. بله. دومین حقی که جناب استاد مطرح در بود ای که خانم چی حق بالای شوهر داره، اینه که پرداخت نفقه، یعنی یک شوهر باید نفقه خانم خود را به صورت صحیح و به نحو احسن نظر به عرف جامعه به اساس اعتدال و میانه روی پرداخت بشه. شامل چی موارده میشه؟ شامل تهیه مسکن میشه، شامل قضا میشه، شامل تداوی همسر میشه. بله. و دیگه موارده که در مطابق به عرف جامعه ما و شما داریم. بر اساس این پیامبر نازنین اسلام صلی الله علیه وسلم هم میفرمایند که زنها از طرف الله متعال برای شما امانتن. بله. از الله بترسید، با حکم آنچه که الله متعال با حکم حلال برای شما مشخص کردن و معین کردن به اینا احترام بگذارین و همون نفقه آنها را به اساس اعتدال و میان روی و عرف جامعه پرداخت بکنین. اینجیه که ما به صورت صحیح توانستین حق خانم را به نحو احسنی و در بود نفقه زن پرداخت کردین. وقتی باری با این روی کرد پیش رفتین، این جگاهی که به معنای واقعی حق خانم رو در این عرصه ما ادا کردیم. بله بله، در قرآن کریم آیت داریم، الله متعال می فرماید علی الموسیع قدره و علی المقتر قدره. مقتر قدره، جزاکم الله. بر هر کس به اندازه توان رو دارید. به اندازه توان، جزاکم الله. که در اونجا باز بحث دارین انشاءالله، می آید بیشتر خود شما بحث می کنین. ولی در اینجا فقط حدیث مبارکی که مطرح شده همینه که پیامبر نازنین اسلام می فرمایند چون امانت هایین و نزد شما و اینا رو به اساس همو حکم که الله متعال حکم حلال بودن که امان و ازدواج باشه، این برای شما اختیار کردن و قرار دادن، بر اساس همی شما نفقه آنها را به صورت صحیح و نحو احسن بر اساس اعتدال و بر اساس به اصطلاح عرف جامعه پرداخت. بله، این عرف جامعه که گفته نکته ظریف جناب استاد، چون به هر حال بعضی وقتا یک تعبیرهای ممکنه نادرست از عرف جامعه بشه، مثلا یک خواهر کس دیگر رو ببینه و کسان دیگر رو ببینه که به هر حال در نحوه معیشت خود، در نحوه لباس پوشیدن خود، در مظاهر زندگی خود بالاتر از او هستند، بعد فکر بکنه که اینا عرف هستند، در حالی که توانمندی شوهر هم از جانب دیگر مطرح هست. دیگه خب باید اینجا یک تعادل، یک نگاه متعادل، نگاه متوازن به این قضایا باید باشه دیگه، چون اگر چنین نگاهی نباشه فکر نمی کنیم یک مشکل ایجاد میشه، موزل ایجاد میشه. جزاکم الله. اصل همینه جناب استاد، وقتی بحث تعادل یا اعتدال مطرح میشه، همینه که نظر به جامعه، نظر به عرف جامعه، یعنی اشخاصی که ما مطالب اسلام شما دارین که به همسایه خود نگاه نکن، دستمایه خود نگاه بکن، به اساس اون دستمایه و چیزی که به دست خود داری بیا نفقه خانم خود رو، نفقه به اصطلاح زوجه خود رو پرداخت بکن. نه چه که خانم از طرف پدر خانواده پدر و مادر خود آماده با مو زندگی کشفش و صحیب معظم با زندگی بسیار بالا و سطح بالای بیای به خانه شوهر، همو تقاضاهایی که به اونجا داشته به اینجا هم بیا تقاضا بکنه، در حالی که شاید شوهر دست از او یا مو به اصطلاح وضعیت زندگی و از لحاظ اقتصادی کمتر باشه. کی باز عرف جامعه ایر قبول نمی کنه. فقط تنها چیزی که مطرح در اینجی بر اساس عرف جامعه همین مطرح میشه که آنچه که به اندازه همسط تو هستن. بله. کسانی که همسط تو هستن بر اساس همو بیا تو زندگی خود رو مهیا بکن. بله. آماده بکن. بله. اینجا که در واقع آمادی
همو حق خانم و خودر به صورت صحیح و نحو احسن بله بله ادا کرد. بله، مورد دیگه که تقریبا این تعادل رو حفظ میکنه، البته روانشناسا هم خود زیاد روی تاکید دارن که تلاش بشه زن و شوهر، یعنی تفاوت های از اینو به هم دیگر بسیار کم باشه، هر چقدر تفاوت ها کمتر باشه میتونن به هر حال به آسایش و آرامش بیشتر و امنیت بیشتر در درون خانه در نظام خانواده خود برسند. به هر حال بحث کف و سیال هم در وقت تعیین مثلا در وقت ازدواج که مطرح است، به خاطر همین که این تفاوت ها در اندازه کم بشه، درسته؟ دقیقا جناب استاد، ما در چون بحث کف و سیال یا کف و هم مثل بودن مطرح کردن، خب خیلی از قضایا رو میگه این مطرح میکنه، مثلا هم سن و سال بودن مطرح در اینجی، سطح سوی تحصیل مطرح در زندگی به اصطلاح هر یک از شوهر و خانم مطرحه که از لحاظ اقتصادی در چی سویه هستن. بله. و بخصوص بحث نفقه که ما شما مطرح میکنیم. بله. یکی از مسائل مهم حیاتیه که نش خانم بسیار زندگی خوب مجلل و مفشن داشته باشه و شوهر کسی باشه که فقیر باشه، خب خام و خواب فردا به اصطلاح اینا مشکلات دچار میشن اگر با این ازدواج بیان به اصطلاح چی بکنن نظریه مثبت بدن و بر اساس اون ازدواج تشکیل بشه، خام و خواب مشکلات رو میخورن، چون همین کف اقتصادی مد نظر نگرفته. بله بله، سیال باشن با هم نزدیک باشن دیگه. بله. موضوعی که جناب استاد مطرح یا حق دیگری که مطرح در اینجی، ما بحث معاشرت نیکور داریم. بله. یعنی یک خام شوهر وقتی از سر و کار میایه، وقتی به اصطلاح از وظیفه میایه، نشه که خدا نخواسته چون از صبح تا شام کار کرده، معاشرت نیک داشته باشین نسبت به خانم های خود. بله بله. معاشرت حسنه و معاشرت به اصطلاح صحیح و بجار داشته باشین نسبت به خانم خود، با آن همه که یه حقیه برای توی شوهر. بله. که از صبح تا شام باید کار بکنی و از صبح تا شام باید زحمت بکشی و بر اساس همو بیایی با معاشرت نیکو این روی کردر به اصطلاح پیش ببری. بله. که در این عرصه بعضی از مسائل جناب استاد آماده صاحب کتاب یا مؤلف به اصطلاح مطرح کرده که در پی معاشرت نیکو یکی از جمله موارد که مطرح کرده بحث مشوره کردن با همسره جناب استاد. بله. یعنی در وقت معاشرت نیکو مطرح میشه، چون بحث زندگی دو طرف دیگه، زندگی جانبه اینه که اینا طول عمر میخوان در این زندگی به اصطلاح پیش ببرن، طول عمر میخوان با هم به اصطلاح به پیش برن. بله. حالا اگر یکی از مسائلی که در پی معاشرت نیکو مطرح میشه مشوره کردن با همسر، که اگر این موضوع نباشه خدای نخواسته باعث میشه که باز خیلی از مشکلات ایجاد بشه. در واقع مشوره نمیدن هم به گونه در اسلام با همسر یکی از حقوق هست. یک مشوره کلان در زندگی بحث انتخاب همسر هست که معمولا در بعضی از موارد ما متوجه میشیم که خانواده ها متاسفانه این مشوره کمتر میگیرن، یا اگر مشوره هم میگیرن خیلی خیلی به حرف او دختر نمی کنن. چه عواقبی میتونه داشته باشه جناب استاد اگر در چنین موارد به مشوره خانم مثلا به مشوره او دختر عمل نشه؟ طبیعتا جناب استاد ما در جامعه امروزی که زندگی میکنین و زیست دارین، اگر با دختر مشوره صورت نگیره و مو خواسته های به اصطلاح بجا و صحیح به اصطلاح و مشروع خانم مد نظر دختر مد نظر گرفته نشه، چیز واضحیه که فردا این زندگی به صورت کامل خود و به صورت شامل خود پیش نمیره. نهایتا این خانم اگر خب عکس این قضیه برمیگرده بر مبنای جبر و اکراه، یعنی به این معنا که دختر هیچ صلاحیتی نداشته در بود انتخاب همسر، در بود انتخاب شریک زندگی. بله. بر اساس همین وقتی این مسئله مطرح میشه، اینجاییه که فردا این زندگی از اینا خدا نخواسته نهایتاً به جدایی کشانده میشه و باعث میشه که این خانم یا این دختر یا دختر خانم به اصطلاح نتونه به صورت صحیح زندگی خود رو پیش ببره و نهایتاً به خیلی از مشکلات و مصیبت‌ها و مصائب گرفتار بشه. ما متاسفانه در جامعه خود دیدیم خیلی از کسایی بودن که با اونها مشوره نشده بود چی که شب عروسی طرف رو آوردن به اصطلاح با این دختر هم دست به دست کردن که شوهر بتونه. بله. در غیاب وضو به اصطلاح آمدن نکاح بسته کردن، در غیاب وضو بدون وضو که با اون مشوره بکنن آمدن
اما خطبه و یا خواستگاری به اصطلاح امام شما که هسته این صورت گرفته بود. متاسفانه همین بود که یک ماه و دو ماه نهایت و شش ماه یک سال طول نکشید که جدایی صورت گرفت. یعنی عواقب از این متاسفانه همینه، بخصوص باز اگر خدا نخواسته از اینا فرزند به وجود بیایه و به دنیا بیایه و این فرزند باز بلا تکلیف میمانه که مشکلات و مصائب بیشتر و کلانتر متاسفانه ایجاد میشه. پس یکی از جمله حقوقی که در بود معاشرت نیکو مطرح جناب استاد بحث مشوره کردن با همسره که در ابعاد مختلف زندگی باید شوهر با همسر خود مشوره بکنه. که در اینجی همو مهمترین و اساسی ترین مسئله که مطرح بود قبلا مطرح شد که پیامبر ناظرین اسلام میگن که صلی الله علیه وسلم در بود دادن دختر برای شوهر باید با مادر یا به اسلام مشوره بکنید، که یکی از جمله مسائل اساسی و مهمه. خب یک مقوله در اینجا بین عده، البته عده کمی ما متوجه میشیم که به هر حال زبان به زبان یا بینشان مروج هست که میگن به زن مشوره بکن به حرف نکن. حالا در اندیشه اسلامی دیگه جای نداره، دیگه به هر حال باید ما هم مشوره بکنیم و هم به مشوره اهمیت بدیم. جزاکم الله. خب قبلا هم اشاره شد صاحب که پیامبر ناظرین اسلام باید بله موضوع بسیار اساسی و مهم میان مشوره ام سلمه رضی الله تعالی عنها مطرح میکنن، یا موضوعی که شما مطرح کردین بله با او مشوره خانم رو میان به اسلام میگیرن یا گپ خانم رو قبول میکنن و بر اساس اون خانم میایه گویا مطالبه حق کرده و خوشحال میشه و راضی میشه. خب یعنی خیلی از مشکلات باعث میشه که با دادن مشوره با همسر به اصطلاح این مشکلات چکار بشه، برطرف بشه. بله که در زمینه همین مشوره یک چیزی که به نظر میرسه یک خوبی که در آینده میتونه داشته باشه، وقتی کارها با مشوره به پیش بره هم در ابعاد اجتماعی هم در بعد خانوادگی در دیگر ابعاد، به هر حال کسایی که مشوره دادند اونا خود در به هر حال مکلف فکر میکنن که ما چنین مشوره دادم، پس احساس مسئولیت میکنن دیگه، حس بزرگی، حس خود بزرگی، بله من حس ازی که یعنی همین طرف برای من اهمیت قائل شده دقیقاً برای ازی ایجاد میشه. و اگر فردا مشکل هم برخوردند ایره مثلا مسئولیت او یک نفر بدوش میکشند، کلگی بدوش میکشند. درست جزاکم الله. دقیقاً جناب استاد همین موضوع مطرحه و بعض دیگری که در بود معاشرت نیکو مطرح میشه رفتار خوب و شایسته، یعنی شوهر باید نسبت به خانم خود رفتار خوب و شایسته داشته باشه، مکلفیت داره، مکلفیت های اونه بله. و در بود این قضیه مسئله مطرح میشه که در زندگی خامخا زن و شوهر وقتی میان زندگی میکنن و زیست دارن بعضی از مباحثی و مسائل مطرح میشه در اینجی که منجر به مزاح و شوخی های به اصطلاح ایجاد میشه. بله. یکی از جمله سنت هایی که پیامبر ناظرین اسلام صلی الله علیه و سلم هم داشتن و خوبه که ما هم مزاح و شوخی های به اصطلاح خوبی به اصطلاح مشروعی داشته باشیم. و پیامبر ناظرین اسلام روزی به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مسابقه میدن و بر اساس اون همان روز حضرت عایشه رضی الله عنها از اونا سبقت میگیره، مسابقه دوش بله یا و روز بعدی باز حضرت عایشه رضی الله عنها سبقت میگیره از این مسابقه دوش. اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این با او، یعنی او روزی که تو بردی و این روزی که من بردم هر دو مساوی. یعنی چنین رفتار حسنه و چنین رفتار نیک پیامبر ناظرین اسلام در بود زندگی مشترک با خانم های خود داشتن. به جایی که ما و شما همچون پیرو پیامبر ناظرین اسلام صلی الله علیه و سلم دیگه باید این عمل کرد و این روی کرد در زندگی خود داشته باشه. بله، خوشتب بودن میگن یکی از مواردی که میتونه خانواده به هر حال کمی از اون استرس ها و استراب ها و مشکلات و معضلات زندگی هم کمی دور بکنه. به هر حال اگر همه اخمو باشن فضای خانه خب به هر حال قابل زندگی نمیشه. اخم نمیشه. دقیقاً همینه جناب استاد. امروز از لحاظ روانشناسی هم وقت نگاه میکنیم اگر در زندگی بحث خوش اخلاقی و خوش رفتاری مطرح باشه از لحاظ تشویش و به اصطلاح بحث روحیه غم و اندوه در او خانواده یا در او به اصطلاح زندگی کمتر بحب. و کمتر مشاهده میشه. بر اساس همینه که یکی از سنت هایی که پیامبر ناظرین اسلام انجام دادن و خوبه که ما هم این سنت که همان سنت مزاح و شوخی مشروع در خانواده خود و در زندگی خود داشته باشیم.
حضرت عمر ترانکو هم با آن همه که مثل سختگیر بود باز هم در این چی مسئله مطرح میکنه که بر مرد لازمه که بازن و بچه خود به اصطلاح بازن مثل بچه ها رفتار بکنه هنگامی که با او صحبت میکنه، اما وقتی باز از او چیزی میخواه مثل مردها به اصطلاح رفتار بکنه، یعنی وقتی چون با خانم خود رفتار میکنه میگه مثل بچه ها همون عطوفت و مهربانی داشته باشه با خانم خود، بحث عشق و محبت و عطوفت و مهربانی داشته باشه، اما وقتی باز از او چیزی میخواه بحث مردانگی صلابت و بحث صلابت و بحث قوت و بحث ارزش مطرح میشه. بله بله. نسبت به مرد همو شخص وقتی خواسته باشه نسبت یک مرد نسبت به مرد دیگه به اصطلاح صحبت داشته باشه، خب چیز واضحه که با اون صلابت و با اون قوت صحبت میکنه. به اون اساس اینجی هم آماده وقتی میگه چی شما چیزی را از خانم خود میخواین کوشش بکنین که از دریچه قوت و صلابت یا از دریچه خواستن به اصطلاح مثل مردها صحبت بکنه. یکی از جمله مسائل حیاتی و مهم دیگریه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این موضوع رو آمدن مطرح کردن. یک بحث دیگری که میشه خیلی هم میگه یک مرد حالت ایجاد نکنه که کل مسائل زندگی و موارد زندگی خود به دست خانم بده، یعنی کل زندگی خود رو داده حل امر کرد و هر روی کرد به اصطلاح که خانم خواسته چی مرد خواسته خانم انجام داده و بر اساس همون کل زندگی گویا به دست خانم میچرخه. این روی کرده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این زندگی زندگی بی برکت و بی خیریه که خدا نخواسته باعث میشه خیلی از مشکلات البته ایجاد. بسیار خوب. البته در این زمینه روانشناسا هم یک بحث جالبی دارند. معمولا رفتارهای زوجین با هم دیگر به سه دسته تقسیم میکنند. یک بحث رویکرد منفعلانه که چنانچه شما اشاره کردیم، یا به اصطلاح جامعه ما میگن زنزلیلی خیلی. بله. خب منفعلانه چنینه که هرچی جانب مقابل گفت و انجام بدی و خود را کلا تطبیق بدی به خواستهای از او و از خواستهای خود بگذری و خود به عنوان یک قربانی و انسان ضعیف و به هر حال منفعل عمل بکنی. یک رویکرد در مقابل زوج یا زوجه به هر حال هر کدام روی کرده پرخاشگرانه یا همو چی میگیم تهاجمی بله تقابلی که این روی کرد هم به هر حال نکوهیش میشه چون به دنبال از او تنش ها منازعات اینا جانب مقابل در نظر نگرفتن و همچنان خواست ها از او در نظر نگرفتن احساسات او در نظر نگرفتن اهمیت ندادن و هی دنبال برد خود و باخت جانب مقابل بودن که این هم طبیعتا فضای صمیمی خانواده دیگه تقاضا نمیکنه. روی کرده دیگری که روانشناسا توصیه میکنن به او به هر حال روی کرده جرأتمندانه هست که شیوه مساعدتی داره که در واقع حل مسئله در وسط مطرحه ده. یعنی که بحث بارد یا به اصلاح تفاهمی بله تفاهم هست تفاهم هم دیگر بله رفتن که دقیقا این مطابق به همون نظری اسلام میباشه. یعنی بحث اینه که ما دنبال در بحث گفتگوهای خود با همسر و اینا دنبال حل مسئله باشن، دنبال برد و باخت و باخت و برد و برد و باخت دیگه پا نباشن، چون اینجا میدان جنگ و مبارزه نیست. دقیقا همینه جناب استاد، وقتی با این روی کرد پیش بریم خب چیز واضحیه که زندگی هم با مو صلح و آرامش و امنیت به پیش میره. بله تشکر جناب استاد. میشه که ادامه موضوع پس از وقفه داشته باشیم؟ فعلا وقفه داریم، انشاءالله پس از این در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان بینده، خوش آمدین به ادامه برنامه آیین زندگی. موضوع این جلسه ما بحث حقوق زن بالای شوهر و یا وجایب و مکلفیت های شوهر است و مهمان محترم برنامه ما هم جناب استاد وحید فقیری استاد پانتون. جناب استاد در خصوص حقوق زن بالای شوهر داشتن صحبت میکردیم، میشه دیگه مواردی هم اگر از حقوق مانده صحبت میکردیم؟ یکی از جمله موارد دیگری که مطرح جناب استاد مرد میگه باید در بود زندگی عفو و گذشت داشته باشه نسبت به همسر خود نسبت به خانم خود.
طبیعتاً مشکلات و مصائب در زندگی ها ایجاد میشه بله. و بخصوص در جامعه افغانی ما و شما و ما ایر به وفور میبینیم. متاسفانه بیشتر این مشکلات و مصائب هم که ایجاد میشه در بعد اقتصادیه. بله. به مو اساس اگر شوهر نسبت به خانم خود عفو و گذشت نداشته باشه یا برعکس از او خیلی از مشکلات و مصائب ایجاد میشه، زندگی پیش نمیره، پیش نمیره، نهایتاً خدای نخواسته منجر به جدایی یا طلاق به اصطلاح کشانده میشه. بله. در اینجا پیامبر نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نباید مرد مؤمن نسبت به زن مؤمنه خود بغض و کینه داشته باشه، چون اگه یکی از عادات زور نپسنده خام و عادات های دیگر این خانم داره که میپسنده دیگه. بله. یعنی وقتی یک خانم در زندگی تو آماده شاید یک مشکل داشته باشه، اما نمیشه به خاطر یک مشکل ده تا کار صحیح و ده تا کار بجا از تو بیه زیر پا بکنی و پایمال بکنی. بله. بحث مثبت اندیشی، یعنی مثبت اندیشی جزا اونو خیلی ببینید. بله. بر اساس همو مشکلات و مصائب خام خواه در زندگی های مشترک هست. بله. یک مثال هم میزنم جناب استاد که اگر سرک همیشه حالت تعادل و هموار و صاف خود داشته باشه باعث میشه که موترون خواب بگیره و این خدای نخواسته به طرف چپ شدن یا دیگر می شدن موتر میشه. همینه که سرک عادی میشه دیگه. بله، حالت عادی میشه. همینه که سرک پیچ و خم های داره و اصطلاح پیچی در پیشه. بله. بر اساس اون باعث میشه که خواب برچیده بشه. تنوع حالا در زندگی هم اگر این مشکلات و مصائب نباشه و شوهر نتونه باز اینار و بتونه اینار کنترل بکنه، باعث میشه که بر اساس همین زندگی لذت بخش بشه. بله. زندگی به اصطلاح همون لذت خاص خود رو به دست بیاره. داشته باشه. تنوع بجا و سعی خود رو بیای ایجاد بکنه. نه. که یکی از جمله این موارد موضوع بعدی که جناب استاد مطرح میشه مرد در همین خصوص جناب استاد بحث عفو گذشت یا بر حال به گونه چشم پوشی از اشتباهات جانب مقابل هم مطرح است. طبیعتا ما در تقابل خود یا در تعامل خود با همسر خود یا با هر کس دیگر از اطرافی های خود، از دوستا و رفقای خود هم میشه یه قضایی مطرح باشه. به هر حال ما گاهی وقتی او چیزی که ما دل ما میخواهد نمیشه که جانب مقابل خود خود کلا وفق بده، یعنی او انطباق پذیری که یک طرف میخواهد جانب مقابل خود ممکنه نداشته باشه، احساساتی و طرز فکر او برداشت متفاوته، ممکنه متفاوت باشه. چشم پوشی از این موارد شامل این قضایا میشه دیگه. درست دقیقاً همینه جناب استاد. بر اساس همین باید گزینه صبر رو دارین. اگر در این حالت یا این گزینه قرار گرفتین که طرف درک رفتار ما نداشت، باید طرف مقابل دیگه این صبر بکنه، صبر پیشه بکنه یا توضیح بده که من یا مثلا که بله توضیحات را اگر بتونه کور بفهمونه خب مشکل حل میشه. بله. اما اگر طرف نمیفهمید، هر قدر با رویه نیک با رفتار و گفتار و کردار حسنه با او رفتار چی به پیش رفت و اساس اون ندانست، این چه که باید طرف مقابل کوشش بکنه از صبر کار بگیره و صبر پیشه بکنه. بسیار خوب. موضوع بعدی که جناب استاد مطرحه، مرد میگه هموده که خانم خود را آرایش میکنه نسبت به چی؟ نسبت به همسر خود. بله بله. نسبت به شوهر خود مرد هم باید خود را آرایش بکنه نسبت به شوهر خود. بله. شامل چی موارد میشه بشه چون متفاوت ها هست. بله. در بود آرایش کردن مرد نسبت به چی؟ نسبت به همسر. فقط در اینجا ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه خیلی وقت ها میره به طرف آینه می ایستاد. بله. خود در موهای خود رو شانه میکرد و خود در به اصطلاح دستی به سر و صورت خود میزد. بله. از اینجا پرسان شد که تو خیلی به طرف آینه میری ابن عباس. بله. گفت که آیا حقی که به اصطلاح ما دارم نسبت به خانم ما که هر بهره و هر لحظه خود را آماده میکنه برای من، آیا او هم اقدر حقی برای من داره یا نسبت به من حق نداره؟ بله. او هم داره، باید من هم خود را نسبت به او آماده بکنم. بله. نسبت به او به اصطلاح خود را آراسته بکنم، پیراسته بکنم. بله. 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 متاسفانه امروز جناب استاد در جامعه ما حالت شده که وقتی بحث آرایش مرد مطرح میشه. بله. اینه که عیناً مرد میره خود چون مثل زن آبرو چیدن و آبرو تراشیدن و صاحب مازم دارن بعضی موارد دارن. خیلی از متاسفانه بعض از موارد دارن، خیلی کم، البته به صورت عموم نمیتونین بگین. بله. خیلی کم از متاسفانه جوانای هستن که با این روی کرد. بله. چون بحث آرایش مطرح میشه همین میان پیش میگیرن. بله. بله. بلکه نه، فقط یک
شانه کردن به اصطلاح مویی که سنت و پیامبر نازین اسلام هم ما و شما رو توصیه میکنن و تشویق میکنن. بله. در مجموع منظم بودن شوهر، یعنی در مجموع مثلا لباسات میز داشتن، مثلا چی بگیم لباس رسیدگی به خود، لباس آراسته و صحیح معظم با مو روی کرد خوب و شایسته، خوشبو بودن هم شامل این موارد هست. بله. بله. موارد هست. بله. لباس پاک بودن هست، استحمام. بله. هر روز اگر نه حداقل دو سه روز یک مرتبه هر وقت نیاز هست. بله. بخصوص وقتی که لازمه باز او داشته باشین، که از جمله مواردیه که باز هم خانم نسبت به شوهر خود حق داره. بله. بله. بعدی حقی و بجا باشه. در مجموع جنبه های بهداشتی خود هم رعایت نمودن و مسواک زدن و این موارد همه شامل یک قضایا میشه. اینا خب باز بحث نظافت دیگه. بله. خب برای هر جدای از حقوق زن و شوهر، برای هر فرد مسلمان لازمه که این انجام بدن. بله. بله. وقتی بیز موضوع هم بیاین ما ربط بدیم، چیز واضحه که ربط خوبی داره دیگه. بله. اساس مو اگر خدا نخواسته مرد با دهن به اصطلاح بوی ناشایست و نابجا نسبت به پیش خانم خود بره دیگه نابجای دیگه. بله. ناصحیه و کار نادرستیه دیگه. حضرت امام صاحب ابو یوسف شاگرد بزرگ امام صاحب ابو حنیفه هم میگه شخصیتی بود که دوست داشت که خود برای همسر خود آماده بکنه و میگفت که همونطور که همسر من خود برای ما آماده میکنه، من دوست دارم که خود برای ازی آماده بکنم. همین بحث به اصطلاح نظافت و بحث پاکی و بحث لباس نیک و لباس شایسته و از این قبیل مواردی که در بود نظافت و به اصطلاح پاکی مطرح. مورد دیگری که جناب استاد در اینجا مطرح، از جمله مسائل مهم و اساسی پیامبر ناظم اسلام را انجام دادن، سهمگیری در کارهای خانه یا منزل. بله. یعنی شوهر باید به اصطلاح با خانم خود در کارهای خانه و منزل سهم فعال داشته باشه، همچنان که پیامبر ناظم اسلام صلی الله علیه و سلم داشتند. ما خبر داریم پیامبر صلی الله علیه و سلم کفش ها را به اصطلاح وصلت می زدن، داخل خانه را جارو کردن دیگه، گوشت و گوسفند در قطع قطع کردن و از این قبیل مواردی که در حدیث آمده. به مو اساس چون پیامبر ناظم اسلام انجام دادن و ما پیرو پیامبر ناظم اسلام هستیم و باید این روی کرده در زندگی خود داشته باشیم و بر اساس امو برای هر فرد مسلمان لازمه که چنین عمل کرده در زندگی خود ایجاد بکنه و پیاده بکنه و همی باعث میشه که محبت در زندگی زن و شوهری یا زندگی زوجن به اصطلاح زیاد بشه و به اصطلاح بالا بره. بر اساس همی نشه خدا نخواسته که متاسفانه در جامعه ما داریم شوهر از صبح تا به شام چون کار میکنه و به دنبال کار و شغل و کسب درآمد به پوله، وقتی به خانه میآید دیگه صاحب معظم گویا خدا نخواسته خانم خود رو به حیث غلام فکر میکنه و به حیث کنیز فکر میکنه و باید تمامی کارها رو به اصطلاح خانم بیچاره انجام بده، در حالی که نه، اگر توی بزرگوار از صبح تا به شام اونجا کار میکنی، خوبی هم داخل خانه مصروف کارهای خانه و مصروف به اصطلاح تربیت کردن فرزندتونه. پس هر دوی اینها یک حالت داره و خوبه که شوهر نسبت به کارهای امور منزل با خانم خود همکاری و همیاری داشته باشه. به هر حال کسایی که در داخل خانه هیچ همکاری ندارن این نقطه نظر هم دارن، به هر حال که یعنی از صبح تا شام بیرون کار کنم، باید بیام به داخل خانه کار بکنم، به خانه هم کار بکنم، به خانه کار بکنم. خب این خب پس چی دیگه؟ آیا خب این بس یعنی یک نکته به حساب تطوعی بری یا به حساب بگیم که همکاری هست؟ پس همکاری دقیقاً، پس اجبار نیه که حتما باید تو بیایی کار. احیانا در بسیاری از خانواده ها این نیاز برای شوهر مطرح نیست، یعنی نیاز نیست که شوهر این همکاری ها داشته باشه، بخاطر اینکه مثلا خانواده هایی که از جمله خانواده های اشراف زادگان هم. بله. هر کدام از اینا از خود خدمه دارن، اون نیازی نیه که مثلا یا جدا از اون جناب استاد، مثلا در خانه دختر خانم ها کلون شدند، مثلا دسیارند، دسیار مادر خودند و کار قدر نیست، ضرورت نیست. در گذشته ها بود، مثلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله اونجا می‌بینیم که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها گندم دست‌ساز می‌کردند. ما در قریجات در بعضی می‌بینیم
خانم ها در امور کشاورزی همکاری دارن، کمک میکنن، ولی معمولا در شهرها بله معمولا در شهرها خب این قضایا کمتر هسته، یعنی خانم هرچند بحث تربیت فرزندا و اینا هست زیاد هست، ولی او قدر کار زیاده که بطلبه که مرد باید این قضیه رو برای 100% زیاد همکاری بکنه و اینا، شاید اینقدر نیاز مطرح نباشه. چی فکر میکنی؟ گپ من فکر میکنم جناب وسط بدگه جایه، بس اینه که همین محبت بین زوجین ایجاد بشه. وقتی بین ما همکار باشین با خانم خود، خب وقتی خانم خود خانم تو میره غذار میپزه، تو ولی از بری غذار خودی همکاری بکنی بپزی، در حالی که خودی توانایی داره این غذا رو بپزه، و چیز واضحه که محبت رو تو ایجاد میکنی در خانه و باعث میشه که این محبت و این دوستی همو دوام و به اصطلاح همیشگی باشه و بر اساس همو بتونین یک زندگی مسالمت آمیزی رو پیش ببرین. من فکر میکنم اساسا روی این موضوع مطرح باشه و خب این دو طلبان از طرف مرد بشه دیگه، درست؟ دقیقاً وقتی از این دریچه باشه خب مشکل ایجاد نمیشه. بالکل مشکل ایجاد نمیشه که محبت به وفور زیاد میشه. بله دیگه جناب استاد، بحث دیگری که در اینجی مطرح میشه بحث فاش کردن اسراره که متاسفانه ما داریم در جامعه خود بعضی از موارد اندکی به اصطلاح متاسفانه شوهر میای مباحث رخت خواب خود رو برای دیگران میگه، یا برعکس از خدای نخواسته خانم میای مباحثی که در زندگی شخصی داره یا در بود رخت خواب خود داره او رو به دیگران مطرح میکنه، که در اینجا پیامبر نازین اسلام میگن که بدترین انسانها در روز قیامت کسانی هستند یا مرد و زنی هستند که میان اسرار رخت خواب خود را به انسان‌های دیگه میان فاش میکنند و میگن، و خوبه که اشخاصی که اگر تا به الحال چنین روی کرده داشتن از این خدای نخواست خود را چی بکنن به اصطلاح بدور بدارن. خب یک مورد دیگه تقریبا ما یعنی بس اینه که راز نگهداری یکی از حقوق از دقیقاً بس راز نگهداری و بخصوص رازی که در زندگی شخصی شخصی است اینا نباید برملا بشه، و اما... چیزایی که بین زن و شوهر باید همون سر بمونه و بر اساس اسرار. اما در زندگی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ما خیلی جالب مشاهده میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب و زوجاتشان با جرأت یعنی جرأتمندانه بعضی از مسائل شخصی چون به او احکام مرتب می‌شده، مثلا بحثی که در از یک ظرف با هم به هر حال آب برای غسل کردن برمی‌داشتن، اینا آمدن برای امت به هر حال به میان گذاشتن برای از اینکه احکام به هر حال دقیقاً جناب شما بحث تربیت بود دیگه، بحث تربیت بحث اینه که احکام رو برای خانم خود پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاموزانن تا اینکه خانم بره و دیگه خانم ها بیاموزن. بله اگر چنین روی کرده باشه خب برالاوه که مشکل نداره خب ثواب هم داره، مثلا خانم طرف استاده و خیلی از قضایا و خیلی از موارد زندگی شخصی خود خبر نداره، ولی شوهر از این مسائل آگاهی داره و معلومات داره و میاد این مسائل رو برای خانم خود میگه و خانم خود خانمی و عظیمی دریچه میاد اینا رو برای دیگه خانم ها به اصطلاح میرسونه. خب یکی از جمله احکام و از جمله مسائلیه که این شاید در قبال از اون مزد و ثواب هم بگیره، چون بله. خیلی از مشکلات رو میای چی میکنه به اصطلاح برطرف میکنه. بله. که اگر همو جنبه بحث فاش کردن اسرار نباشه خب فضیلته، اما اگر خدا نخواسته بحث خود فاش کردن اسرار باشه دیگه اینجا باز متاسفانه مشکلات ایجاد میشه که باید از این پرهیز بشه. دقیقاً از این جو برمیخیزه دیگه. دقیقاً همینه. اسرار حفظ نشده دیگه. همین یکی از جمله مسائلی که جزاکم الله مطرح کردین جناب استاد همین بحثه. اسراری که بین یک زن و شوهر مطرحه گویا جاسوسی کردن یا خبر رساندن به خانواده چی شوهر یا از خانم به خانواده، از خانم به خانواده شوهر، از شوهر به خانواده به اصطلاح خانم. بله. بیایی این رو مطرح بکنی خود چیز واضحی که تنش‌های ایجاد میشه و نهایتاً خیلی از قضایایی بوده که مطرح شده با می روی کرد نهایتاً باعث شده که جدایی ایجاد بشه جناب استاد. بله خوبه که یکی از جمله موضوعاتی که باز هم پرهیز بشه دیگه. موضوع بعدی یا حق بعدی که مطرح حفاظت خانواده از آتش جهنم، یعنی که برمیگرده در پرتو آیه قرآنی قو انفسکم و اهلیکم نارا، الله متعال می فرمایند که شما
خود و نفس های خود و اهل خود و یعنی خانواده خود از آتش جهنم شما چی بکنین؟ حفاظت بکنین. بر اساس همین در تفسیر آیه مبارکه حضرات بزرگوار از صحابه کرام و بعضی از مفسرین آمدن مباحث جناب استاد مطرح کردن که در این حضرت علی کرم الله وجهه آماده بحث تربیت و تعدیب خانم را مطرح میکنه یا تربیت و به اصطلاح اخلاق خانم را مطرح میکنه در زندگی و همچنان فرزند. یعنی اگر فشرده این قضیه بیان بکنیم، یعنی بحث اینه که از جمله حقوق زن بالای شوهر اینه که شوهر نگران یعنی بحث دینداری و تربیتی همسر و فرزندان خود باشه. خیر ببینیم باشه، بله. و بر اساس همون اگر فضا و جو و جامعه آمادیه که به اونجی خانم خود روان بکنه تا ای که بره مسائل و احکام رو به اصطلاح فرا بگیره، اما اگر اون جو آماده نیه و فضای جامعه آماده نیه برای فراگیری علوم اسلامی و علوم شرعی، بر اساس همون خوبه که شوهر این مسائل برای فرا بگیره و بعد از اون برای خانم خود برسانه، که در پرتوی آیه قرآنی مطرح میشه که یکی از حقوق دیگه. بعضی از مفسرین آمدن بحث امر و نهی، امر معروف یا نهی از منکر میان مطرح میکنن جناب استاد، که مسائلی که در زندگی در بود عوامر اینا رو بیا به اصطلاح خانم برای چی شوهر برای خانم خود برسانه، و بر اساس مو مواردی که در بود نهی شریعت اسلامی نهی کرده اینا رو بیا به اصطلاح برای خانم خود نصیحت و دعوتگری اینا بعد خیر ببینین بحث دعوتگری. و بعضی از بزرگوارای هم آمدن فرایض رو گفتن، فرایض و احکامی که به اصطلاح در زندگی مطرحه که فرق بین حلال و حرام رو بیه خانم و شوهر بدانه، بر اساس همو شوهر باید این فرایض فرا بگیره و بعد از بیا برای خانم خود برسونه زمینه تا اینکه حداقل آماده کنه، بله، تا اینکه حداقل خانم بدانه که چی چیز حلاله و چی چیز حرامه. این جیه که ما به صورت صحیح توانستیم جناب استاد این مسائل پیش برده باشه. بسیار خوب جناب استاد، هرچند مبحث حقوق زوجین بسیار پردامنه هست، به هر حال ما شما توانست تعدی حقوق زن رو برشمردیم. طبیعتا در زندگی مشترک زوجین مرد هم حقوقی داره دیگه، بالای خانم خود حقوقی داره و حقوق مشترک هم دارن که اینا انشاءالله در جلسه بعدی اگر موافق باشین با هم به بحث خواهیم شد. انشاءالله اگر حیات باقی بود به جلسه بعدی انشاءالله. و اگر فعلا کدام توصیه داشته باشین میشنویم. توصیه‌ای که مطرح جناب استاد برای شوهرها، چون بحث ما معمولا حق خانم بود بالای شوهر و شوهر باید این تکالیف نسبت به خانم خود می داشت، همینه که یک شوهر در تمامی ابعاد زندگی خود به صورت صحیح و نحو احسن با خانم خود زندگی بکنه، یعنی با روی کرده حسنه و با روی کرده به اصطلاح بجا و شایسته زندگی خود به پیش ببره. این جگاهی که ناملایمات و نابجاها و ناسیهایی که در زندگی مطرحه همه از زندگی به دور میره به اصطلاح و باعث میشه که زندگی یک زندگی با مروت و به اصطلاح با محبت به پیش بره انشاءالله. سپاسگزارم جناب استاد وحید فقیری از حضور شما در برنامه و همچنان سپاسگزاری دارم از شما بینندگان عزیز که تا آخر برنامه ما را همراهی نمودید. به هر حال وقت اسلام حقوق زن و شوهر و وجایبشان را و تکالیفشان را مطرح می کند در پی استحکام نظام خانواده هست و می خواهد که به این ترتیب هر یک از زوجین وجایب و مکلفیت های خود در ادا بکنند تا حقوق جانب مقابل به هر حال رعایت بشه و این خود سبب میشه که زندگی پر از برحال خوشی باشه و زندگی پر از دستاورد باشه. تا برنامه دیگر که انشاءالله باز در خدمت شما خواهیم بود، شما را به حضرت حق می سپارم. موفق باشید.